سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بچه ها بریم سراغ جنجالا ببینیم چه خبره. جنجالای شایع تموم بشه که نیست، هیچی، تازه بیشتر هم شد. دیگه شایع اونقدر بالا گرفت و جریان اینقدر پیچیده شده بود که فهم کنم یکی دو روز پیش بود جعفری و شایع با هم یه لایو گذاشتن و شروع کردن توضیح دادن و نمیدونم این حرفا رو، نم این زده اون زده، یه بچه سال زدن، نمیدونم شایع از فلان از این حرفا. حالا ببینیم که مجهول میخواد چیا بگه. کیارپ و آریا یه سری داستانا رو تعریف کردن از جریان چتا و از پولایی که گرفته شده و نمیدونم از جریان دخترایی که گولشون میزدن. ببینیم مجهول چی داره برامون. کاور فوتوش که خیلی خنده داره، اون وسط که چیزه، این عزیز محمدیه. بچه ها عزیز محمدی هم الکی الکی دیگه داره وارد موسیقی رپ میشه ها. اینجاش هم که این پرنتال ادوایزری زده، توی چشش هم که جعفریه و سمت راست که آهنگ سونامی، کاور فوتو آهنگ سونامی هست و سمت چپ هم مال کارتون فوتبالیستاست. حالا نمیدونم این سوباساه یا یه دوتا برادری بودن با همون هم یه جانگولر بازی هایی میکردن، میپریدن نمیدونم میزدن به تیرک دروازه، میپری توپو میزد و اینا، نمیدونم اونان یا سوباساه، چون اینجا تصویر زیاد واضح نمیبینم. حالا چه ربطی به کارتون فوتبالیستا داره؟ بریم آهنگو بشنویم. چقدرم طولانیه؟ 5 دقیقه و 34 ثانیه. الو شایع، خودتی؟ انگار که کلید انداخت تو در. الو جونم داشتی کجایی؟ دادا دارم میرم گاندی و پایین. بچه مگه صدای کلید نبود؟ انگار که کلید انداخت در رو باز کرد. بس چرا میگه تو ماشینم؟ متوجه نشدم. آسان شده دور کن بیا بزنیم یه لیوان چای دوتایی. به به میگه بیا یه لیوان چای دوتایی بزنیم. فکر کنم بیشتر از چای و سبزی بیاریم بزنیم وسط. شده داشی ها؟ ببین کردن ریپورتت بازینا بابا پشمام پهه دقیقه واسا بگم بید به چاغن ایلفورتو ساتیار. پس این ایلفورتو ساتیاره که نوشته پرودیوست بای، پس اینا رو میگه که میگه آها وایسا پس فوری بگم اینا یه بیت بزنم ما هم روش داستانی بخونیم. زمین دفعه سونامی دو میخوام بندازم جا دوزاری شو یه جو بزنیم اشونه بی خوبون مثل بن لادن تو نیویورک. حالا تو چی بود باهاشون وضعیت؟ سالا پره دلم از این وضعیت. دلش پره، یعنی الان بشینیم دوره هم یه چیزه قشنگ پشت سرشون حرف بزنیم. زالو افتادن رو مارکت و گوش مردمم خالی از حقیقت. آره آرتیست های جدید همه تو لک، حالا دوره اینا پره حله هوله. دیدی آلبومم فروختن 1 میلیارد نقد ولی بازن و کف پولن علنی گذاشتن در ملت. بی خیالش الان نده کشمت. کجایی؟ رسیدم ته همت. بله کار جمعه امشب. واسه تلفنیشون تموم شد. چی ساتیار و ایلفورد هم بیتو زدن، بچه ها رفتن برای دیسترک. دقت کردیم باشه سرعتی خودش رو رسون تا حرف غیبت شد. فاز ریپورت میکنم و نمیدونم استوریاتو پاک میکنم و پیجتو میبندم و این خاله زنک بازی ها چیه جعفری؟ راست میگه جعفر، این خاله زنک بازی ها چیه؟ حیا کن. خجالت نمیکشی از سن و سالت؟ من فکر کنم یه نفرم تو رپ فارسی نباشه توی دل خوش داشته باشه، یه نفر حتی دور و بریات. راستی مهیار چی شد؟ پولاش تمام شد یا شما رو شناخت؟ ها؟ بهش نمیخورد پسر بدی باشه، احتمالا پیش خودش فکر کرده جلو زهر رو هر جا بگیری منفعت. احتمالا هم پولاش تمام شده هم فهمیده تو چه آدمی هستی. بیا اینجا
بیا برات گذاشتیم کنو. تو داری درد مردم رو میکنی نوندونی، تو حرف دل و زبونیده کی بود خوب بودی. ما داریم تو همون راهی که رفتی جون میدیم، تو ته جاده به ما میدی دست کنزوری. میکنم زبونتون از تبتر اتن کردن لباس زنونه تو وطن توسط یه مرد بره آبرو. درسته با سیلی داغه ولی میبینی مثل تنور صورتم. تو کنسرت چی میخوای بگی؟ ناله هاشون رو پول کردی میلیاردری، تا نیومد بالا سرتون یه تیم سای بری تبلیغ بت کردی از اینستات یه ریز. آره تبلیغ بت هم میکرد. بت به خودی خود اشکالی نداره، همه جای دنیا حتی اگه نگاه کنین دور زمینای فوتبال تبلیغاتشون سایتای بته. مثلا اینا سایتایی هستن که لایسنس دارن، هیچ مشکلی نداره. و مشکل توی ایران اینه که این سایتای بت یا دارن فیشینگ میکنن یا اصلا این الگوریتمشون بر اساس کلاهبرداریه. یعنی شما هر چقدر بازی بکنی میبازی، اگرم ببری بلاکت میکنن. مشکل سایت بت اینه، وگرنه اگر سایت بتی از این داستانا داشته باشه خب همه جای دنیا داره کار میکنه و اشکالی نداره. و متاسفانه سایت های بتی که توی ایران تا الان همه هنرمندا اینا تبلیغ کردن از این سایت های فیشینگ و اینا بوده. من تا الان ندیدم کسی بگه که با این سایت ها به مشکل بر نخورد و ازش پول در برده. موضوع اینه که چرا هنوز بعضی ادامه میدن؟ چرا باز هنوز برین توی این سایت ها پول خرج میکنین؟ از این به بعدش دیگه واقعا حماقت خودتون اگه دارید این کارو میکنید. ما دوتا ندید سرتریم، هرچی مستعد تو تیمتونه تاییدم زدیم رو بیت تو. تو ادامه ما چه طویل است، یعنی اگه مافیای توش بخواد باشه همین جعفری. آره خود مافیاست. تو میدم و حقیقت جوری که نباشه با به سری قد ببینم کدومتونه در این حد بتونه بخونه فقط شبیه هم صدام شده. چقدرم فلو عوض کرد، خیلی فلو عوض کرد، همینجوری پشت سرم عوض میکنه. دمو حقیقت جوری که نباشه با بسری قد ببینم کدومتونه در این حد بتونه بخونه فقط شبیه هم صدام شده برات مثل ماده بیوشی. آره میدونه تکستاشو به جای شایه میفروشی. نه توضیحاتم همه کامله، میرسیم حالا به لطیف علی و زن سابقش. فکر کنم لطیف علی همونیو میگه که یکی از آلبومای شایه فکر میکنم اسپانسر بوده یا همچین چیزایی در موردش. حالا اون چه ربطی به این جریان داره؟ فکر میکنم با جعفری کار میکردن. توضیحاتم همه کامله، میرسیم حالا به لطیف علی و زن سابقش. ولی زن سابقش چیه جریانش دیگه اینو نمیدونم. همونی که برای تایفون خرید این جانب ممرز شایه لاش خورترین. آها برای شایه یه دونه آیفون خریده. اینا رو از کجا میدونن؟ لابد همتونم میدونین. میبینی اومدی با چی بالا پره باگی، حالا کجا شد دیدی تو رادیکالا جسری. ما لاخی ها را سمیم، دو تا های تیم و مثل تو چی بالا بستیم. پانچا رایگان قد علم کرد، من شرقم گردن گیر برپرستم شما. بچه چقدر فلوش خوبه اصلا، یعنی راستش توجه نمی کنم به این که داره دیس میکنه چی میگه، دارم توجه میکنم که چقدر فلوی خوبی داره. دقت بکنین، یعنی کلمه ها رو چند لحظه بذارید کنار، فقط دقت بکنین به فلو. پانچا رایگان قد علم کرد، من شرقم گردن گیر برپرستم شما. شاشیدی به خودت و من قلندر، مجهولم داره میاد بهتر از من. رسیده وقت توبه کردن، حیثیت تو ببرم یه لکه گنده تر از ننگ تاریخ رو پیشونی تو مفرای سک خور. چی کار داشتید با دخترهای مردم؟ این همون جریانی که توی آهنگ قرمه سبزی هم گفتم. به دخترها میگفتن که بیاییم بریم استودیو شایعه رو بهتون نشون بدیم. بعد دخترها هم ساده بودن، پا میشدن میرفتن و مثلا که یه بلایی سرشون میابردن. اگر واقعا اینه که فکر کنم همه بریزن صفحه جعفری و ریپورتش بکنن. ولی خب نمیدونم، حالا باید یه مدرکی چیزی باشه. اگه کسی مطمئنه فکر کنم آدم باید واقعا حس بشه از صفحه موسیقی. یا اون دختره که اگر مشکلی براشون پیش اومده اونا خودشون باید بیان بگن. نمیدونم، خلاصه یه حرکتی باید در این زمینه که چون اصلا قضیه از دیس و اینا گذشته دیگه، قضیه داره خیلی بود اجتماعی بدی پیدا میکنه. بدترش اینه که کسی نفهمید و بدتر از این وضعیت تا حالا ندیدم. یعنی میخوام بپرسم شایعه بهتره یا عزیز محمدی؟ آها پس دلیل کاور فوتو هم اینه، میگه شایعه بهتره یا عزیز محمدی. عزیز محمدی الکی الکی دیگه فکر کنم داره وارد صنعت رپ میشه، چون که دیگه خودش که ترک میده، حالا که عکسش اومده رو کاور فوتو فکر کنم دیگه همین روزا آلبوم اون هم در بیاد.
بدتر از این وضعیت تا حالا ندیدم، یعنی میخوام بپرسم شایع بهتره یا عزیز محمدی؟ چرا لال شدی امید جعفری؟ از استعدادهای جوهر بگم یا پولای پت؟ 200,000 تومن از 600 نفر خوب یادته؟ نه استعدادیابی میکردی واسمون، تو هنو نششیدی رو خاک سفت کند، زدی به کاراکتر ممرزا. حالا بیا اینجا برات دارم جایزه حلاله، ببین شماره کارت میدم علل حساب، البته الان صدم بدی دیگه فایده نداره پخشو. آهان داره در مورد جریان سونامی یک میگه، انگار گفته بود مثلا 50 تومن میدم پخش نشه، نمیدونم یه همچین صحبتایی شده بود سر پول. حالا میگه که دیگه 100 تومنم بدی فایده نداره، من اینو پخشش کردم. این جریان چقدر صحت داره رو من نمیدونم، ولی منم یه همچین چیزی شنیدم، حرف 50 میلیون و اینا. شماره کارت میدم علل حساب، البته الان صدم بدی دیگه فایده نداره پخشو. ما رو چشم میذاریم ایترمون و منتقدای شما باس بزنن قید زبون و یه سر و کردن بالاتریم از استعدادای پولیتون، پس سری گل بگیرید در لیبلتونو. ما بر راهمون زدیم انونه شب کندیم و خونه تو چشمونم عمیقا دودش رفت، ما ساختیمش از ایچ و پوزیقی و سمسال تو این وضعیت تو قصه است. شما رویاتون پول بود نرپین و همه فهمیدن ولی زود جوش زدن، پا کاری میکنم که مدیونه ماشی، کیارپ و دوست دارن اینجا مجهول آجیت اکشار کن. مجهول آجیت، 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 مجهول بچه. من بیشتر از این که به این فکر کنم که داشتن جعفری و شایعه رو دیس میکردن، داشتم فهم میکردم که چقدر کیارپ و مجهول خواننده‌ای با استعداد خوبی هستن، چقدر دارن خوب میخونن و چه خوب که حالا مجبور نشدن مثلا به یکی مثل جعفری پول بدن که بخوان خودشون رو نشون بدن. واقعا من از این استعدادشون باید بذارن آهنگای خوب بدن تا به جایگاه خودشون برسن و ازشون حمایت کنین، برین از تو صفحه خودشون آهنگارو پلی بکنین، از این ور اونور پلی نکنین آهنگو. نمیدونم از کانال تلگرام و اینا اگر گوش میکنید، ولی باز برید تو صفحه خودشون و تبلیغا رو اسکیپ نکنین، بعد ازشون حمایت کرد. به خصوص که توی این جامعه رپرها واقعا پول زیاد نیست، یعنی اکثرشون کسایی هستن که آدمای کم درآمدی هستن، پولی ندارن که بتونن به اون واسطه بخوان خودشونو بکشن بالا، و این خیلی بده که یکی مثل جعفری بخواد از اینا سوء استفاده بکنه، پول بگیره و چه دخترها رو اذیت بکنه، چه این آدمایی که میخوان تو مارکت رپ وارد بشن. برای همین از استعدادها حتما حمایت بکنی، آهنگاشون رو از کانال خودشون پلی بکنین، و به نظر منم بهتره که شایعه زودتر یه فکری به حال این منیجرش بکنه. حالا شاید بعد از کنسرتش به جواب همه این دیسترک ها رو بده و یه دیسبکی بده، فعلا فکر میکنم به خاطر کنسرتش که سکوت کرده، باید ببینیم بعد از کنسرتش چه اتفاقی میفته. اون جایی که من متوجه نشدم یه داستانایی داشت، مثل که گفتش که یه نمیدونم مرد با لباس زنونه و یه همچین چیزه، اونو من نمیدونم، اونو برام بنویسید. مرسی از کامنتاتون، از محبتاتون، مرسی که همراه من هستین. کلی مراقب خودتون باشین، یادتون نره ویدیویی که بهتون توصیه میکنم ببینین سابسکرایب بکنین. خدافظ.